بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همراهان گرامی و ضمن عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت حلول ماه محرم الحرام سال 1446 هجری قمری، تقریبا میشه گفت که 1385 سال از واقعه دردناک عاشورا میگذره، یعنی 61 در سال 61 هجری قمری در واقع اتفاق بسیار ناگواری در جامعه اسلامی روی داد که باعث شد تغییرات شگرفی بعد از این اتفاق و این حادثه در اون جامعه و در اون زمان اتفاق بیفته. خب دوستان مستحضرن که در این تاریخ، یعنی در محرم سال 61 هجری قمری، سپاهیانی در حدود 30,000 نفر در اطراف کوفه که امروز به نام کربلا نامیده میشه، یک صحرای برهوتی بود در اون زمان، راه رو بر نوه پیامبر یعنی امام حسین علیه السلام و یاران ایشون که در حدود 72 نفر اعلام شده، روایت های مختلفی هست، راه رو میبندند. اینها در قالب یک کاروانی که در حدود 150 الی 200 نفر بودند، عازم شهر کوفه بودند و این سپاهیان عظیم به این خیلی عظیم راه رو بر ایشون میبندند، به نحوی که از راه منحرف میشن و چند روزی مجبور میشن که در اون مکان بمونن و سپس در روز عاشورا با اون حجمه و حمله های به قولی وحشیانهی که انجام میدند، این 72 نفر رو به قتل میرسونن، به قولی بشه فجیع ترین و از بولی به قتل میرسونن و خانواده بزرگ اونها رو اسیر میکنن. این واقعه یعنی به نوعی در تاریخ اسلام یکی از تراژیک‌ترین وقایع هستش که اتفاق افتاده و خب همونجور که مستحضر هستید تا امروز هم این بزرگداشت این واقعه در دلهای مسلمین به خصوص شیعیان همیشه جریان داره و این رو بزرگداشت میکنن و پاس میدارن. خب وقایع تاریخی در حقیقت در طول تاریخ انواع مختلفی داشتن. شما اگر این وقایع تاریخ رو مطالعه بکنید از هر کدوم میشه معارفی رو به دست آورد. نکته این هستش که وقتی در این واقعه بیشتر تحقیق میشه، عجایبی در این اتفاق وجود داره که اندیشمندان زیادی روی این بحث کردن و قلم فرسایی کردن، روش صحبت کردن و ابعاد مختلفش رو در حقیقت تلاش کردن که بحث و بررسی بکنن که چرا همچین رویدادی اتفاق افتاده. توجهتون رو جلب میکنم که این رویداد تقریبا بعد از 60 سال از تأسیس جامعه اسلامی در مدینه اتفاق افتاده و این تأسیس و مؤسس این جامعه اسلامی در حقیقت جد بزرگوار امام حسین علیه السلام یعنی پیامبر اکرم بوده. در فاصله این 60 سال چه اتفاقی افتاده که ما میبینیم تقریبا بعد از 50 سال از رهبری پیامبر، نوه پیامبر و اجرت پیامبر رو به این طرز فجیع به قولی به قتل میرسونن و جامعه مسلمان اون زمان هم نسبت به این واقعه واکنش خاصی نداره.
اینا شایان ذکر هستش که باید تدقیق بشه که چرا یه همچین اتفاقی در این جامعه افتاده. شما وقتی در اوایل تأسیس این جامعه اسلامی در مدینه نگاه میکنید، میبینید که مسلمان‌ها با جان و دل پیرو به پیامبر هستند، حاضرن جانشون رو فدای پیامبر بکنن، تک تک این افراد حاضرن نه تنها جانشون و مالشون، حتی فرزندانشون هم رو هم در راه اسلام، در راه پیامبر فدا بکنن. این چون این شیفتگی در مسلمانان وجود داره. خب 10 سال طول میکشه تا این جامعه تا حدودی به سر و سامون برسه، تا زمانی که زمان رحلت پیامبر فرا میرسه. ولی بعد از رحلت پیامبر تقریبا ما میبینیم که اوضاع دگرگون میشه، شرایط متفاوت میشه و 50 سال بعد از این واقعه شاهد همچین واقعه اسفناکی هستیم که میبینیم نزدیکترین کسان که به پیامبر امکانش وجود داشته باشن، عترت پیامبر یعنی نبی پیامبر به قولی نزدیکان پیامبر، در یک صحرایی توسط همون مسلمانان، یعنی کار هم عوض نشده، یعنی اینها ادعایی ندارن که بر ضد پیامبر هستن، اینها ادعای مسلمانی دارن. در همون صحنه کربلا اینها نماز میخونن، اینها شؤون مسلمانی رو به جای میارن. ولی چه اتفاقی افتاده که 50 سال بعد همین مسلمانان که خودشون رو پیرو پیامبر میدونن میان و یک همچین جنایت هولناکی رو مرتکب میشن، و از طرفی جامعه‌ای که حالا در این اتفاق ناگوار شرکت نداشتن هم واکنش خاصی به این قضیه نشون نمیدن، یعنی خیلی راحت از کنار این قضیه میگذرن. فقط یک چند تا افرادی هستن که تائبین نام گرفتن، اینها میان شروع میکنن به جنگ کردن، یک اعتراضات صورت میگیره و بعد جریان مختار سلفی به وجود میاد که خب ایشون بعضی از اون افرادی که در این جنایت سهیم بودن اینها رو مجازات میکنن و تا همین حد و اون بطن جامعه اسلامی که در مدینه قرار داشت یا در مکه قرار داشت، بزرگان و صحابه‌ای که پیامبر رو درک کرده بودن، در حضور پیامبر بودن، اینها همه در این قضیه سکوت میکنن و فعالیت و کار خاصی انجام نمیدن. خب این واقعه تاریخی محتاج بررسی هست و افراد خیلی زیادی هم از ابعاد مختلف این رو بررسی کردن، ابعاد سیاسی که خب مستظر هستید در بعد از رحلت پیامبر اون قضیه سقیفه به وجود اومد و افرادی قبل از حتی جمع شدن، قبل از کفن و دفن پیامبر تصمیم گرفتن که در محلی به نام سقیفه جمع بشن و انتخاباتی رو برای تعیین خلیفه انجام بدن و خب از همونجا به اعتقاد شیعیان اون مسیر انحراف شروع شد. اون سفارش که پیامبر نسبت به حضرت علی داشت، من کنت مولا فهازا علی و مولا، این فراموش شد و به کناری رفت و افراد دیگه ای رو آوردن در مسند خلافت نشوندن و اینها مسیر سیاسی اسلام رو به انحراف کشوندن. یواش یواش در دوران خلیفه اول مقداری به انحراف کشیده شد، دوران خلیفه دوم کمی بیش از اون، و در دوران خلیفه سوم بحث قومگرایی و قبیله‌گرایی دیگه به حد اعلای خودش رسید. جناب بیهقی، تاریخ نویس معروف که حتما اسمش شنیدین، در مورد پیامبر یک مسئله رو اشاره میکنه، میگه که من هزاران هزار معجزه در مورد پیامبر شنیدم ولی هیچ کدوم از اینها برای من 100% مسجل نشده. ولی چیزی که من میتونم بگم به عنوان معجزه از پیامبر سراغ دارم دو تا هست، یکی قرآن که در جلوی چشمهای ما هست و یکی متحد کردن قبایل متخاصم عرب. یعنی در اون زمان قبایل عربستان و سرزمین حجاز به طور مداوم در حال تخاصم بودن، در حال دشمنی بودن. اینها همیشه کارشون این بود که با هم دیگه جنگ بکنن. هر قبیله یک سری دشمنان و یک سری متحدهایی داشت و اصلا هویت یک فرد عرب از اون قبیله‌ای که از اون به قولی نشأت می‌گرفت مشخص می‌شد.
در حقیقت هویت قبیله‌ای و عشیره‌ای یکی از مهمترین مسائل در ذهنیت اعراب و در فرهنگ عرب اون زمان بود و پیامبر بزرگترین کاری که کرد این بود که این فکر و تفکر عشیره‌ای و قبیله‌ای رو کنار گذاشت، تمام این اقوام رو آورد در کنار هم در زیر لوای پرچم اسلام با هم دیگه متحد کرد و این اتحاد بود که در حقیقت قدرت بزرگ اسلام رو ایجاد کرد و حتی بعد در زمان پیامبر و بعد از پیامبر شاهد اون فتوحات عظیمی هستیم که توسط مسلمانان اتفاق میفته، از شمال آفریقا گرفته تا انواع جاهایی که در خاورمیانه وجود داره و ایران و هندوستان، همه اینها زیر فتح به قول مسلمانان در میاد و راز این قضیه همون اتحادی است که پیامبر به وجود آورده بود. پیامبر همواره اون مثلا شنیدید یک شانه از جیب خودش در می آورد و می گفت که انسان ها مانند دندانه های این شانه هستن، هیچ کدوم از اون یکی برتر نیست و هیچ قبیله نسبت به قبیله دیگه برتر نیست و عضو یک قبیله بودن نشانه برتر بودن نسبت به قبیله دیگه نمیتونه باشه و این باعث میشد که این اتحاد روز به روز بیشتر بشه. بعد از مرگ پیامبر، بعد از رحلت پیامبر، اعراب باز دوباره برگشتن به همون حال هوای قبلی خودشون. بیشتر جامعه شناسان بررسی میکنن و میگن که اون زمان 10 ساله‌ای که پیامبر حکومت به قول اسلامی یا در حقیقت جامعه اسلامی رو بنا کرد، زمان کافی به پیامبر نداد تا بتونه این فرهنگ انسانی رو در بین اعراب جا بندازه. یعنی اعراب در ظاهر در اون مدت کوتاه 10 سال اومده بودن و تابع فرمایشات پیامبر شده بودن، ولی بعد از پیامبر بلافاصله به خاطر اینکه حالا اون رهبری جامعه هم در دست افرادی بود که اینها ناخودآگاه قبیله گرا بودن، قوم گرا بودن، باعث شد که این انسان‌های جامعه هم دوباره برگردن و به اون فرهنگ پیشین خودشون رجوع بکنن. جالب هست در یکی از گفته‌های امیرالمومنین در نهج البلاغه ما می‌بینیم که خطاب به این انسان‌ها مستقیماً اعلام می‌کنه، میگه این مرض شما دوباره برگشته، همان مرض قبیله‌گرایی، قوم‌گرایی، این دوباره برگشته و شما برگشتید به همون افکار جاهلی خودتون. خب پیامبر در جامعه عربستان وقتی اومد و اعلام حضور کرد، یکی از مسائل عمده‌ای که تحت نقد قرار میداد همین بحث اشراف و سران قبیله ها بود. یعنی اینا فقط بحث بت پرستی یا فقط بحث این که یک خدای واحد رو بپرستن نبود، بحث خیلی بالاتر از اینها بود. حرفهایی که پیامبر در قرآن میزد، آیاتی که در قرآن نازل میشد، نشانه گیری کرده بود این مراکز قدرتی که در جامعه عربستان وجود داره. مثلا ابو سفیان به چه دلیل مثلا با گفته های پیامبر مخالف بود، یا ابو لهب و اون افراد دیگه که در مکه به عنوان بزرگان مکه شناخته می شدن. اینها موقعیت اجتماعی خودشون رو متزلزل می دیدن، چون حرفهایی که پیامبر می زد دقیقا بر ضد اون ساختار سیاسی و اجتماعی بود که اینها در اون دوره ایجاد کرده بودن. بعد از اینکه پیامبر رحلت فرمودن و به خاطر این انتخاب‌های ناصحیحی که انجام شده بود در اون جامعه و قصد به قولی اون موقعیت از حضرت امیر انجام گرفته بود، باعث شد که جامعه ناخودآگاه باز برگرده و اون فرهنگ گذشته خودش رو دوباره احیا بکنه و اون فرهنگ گذشته رو دوباره بیاره بالا. و همونجور که عرض کردم در دوران عثمان این به حد اعلای خودش رسید. ایشون مروانیان رو آورد سر کار، کسانی که فامیل اینا بودن، مروان ابن حکم و بعد نواده اون و افرادی که دوربر اینها بودن، و اینها افرادی بودن که بی نهایت فاسد بودن، فساد عظیمی در حکومت ایجاد کردن و ساختار سیاسی جامعه اسلامی رو کلن تغییر دادن. حالا از همه این بحثا بگذاریم، میبینیم که این ساختار سیاسی رفته رفته در زمان معاویه، یعنی بعد از مرگ عثمان، دیگه تبدیل میشه به یک ساختار تقریبا درباری و پادشاهی و از اون حالاتی که
پیامبر تعریف کرده بود و از اون جامعه همدل مسلمانی که وجود داشت دیگه خبری نیست. و میبینیم که حضرت امیر هم وقتی به خلافت منصوب میشه به عنوان خلیفه چهارم، هر چقدر تلاش میکنه نمیتونه این سیستم و ساختار رو در حقیقت برگردونه و به حالت اصلاح شده اولیه برسونه. حضرت امیر در طول 5 سالی که در خلافت بود تقریبا خیلی جنگ ها، 3 جنگ بزرگ اتفاق افتاد و چندین و چند درگیری مختلف، روزی نبود که بتونه به قولی با آسایش و با آرامش نسبت به مسائل فرهنگی رسیدگی مستقیم انجام بده و کار خاصی بتونه پیش ببره. و در نهایت هم که حضرت امیر رو ترور کردن و قبل از اینکه بتونه کار اون به قولی اصحاب معاویه و افراد دیگر رو یکسره بکنه به شهادت رسید. و بعد خب ما میبینیم که دوران امام حسن هست و ایشون به خلافت میرسن و در دوران ایشون دیگه اون فساد اقتصادی و سیاسی که وجود داشت دیگه به حد اعلا میرسه و فرماندهان حضرت یکی یکی به ایشون خیانت میکنن، هر کدوم به سمت معاویه برمیگردن و اختلافات مختلف که نهایتا منجر میشه به صلح امام حسین. و بعد از اون میرسیم به زمان امام صلح امام حسن و بعد از اون میرسیم به زمان امام حسین که بعد از مرگ معاویه این قضیه بیعت با یزید تبدیل میشه به مسئله بغرنج جامعه و خیلی از بزرگان امتناع میکنن از جمله امام حسین که بیعت بکنه در حقیقت با یزید. و خب میدونید دیگه این فشارهایی که در مدینه به وجود میاد، ایشون مجبور میشه مدینه رو ترک بکنه. داستانش طولانی هست، چه اتفاقی میفته، صدا میکنن به دارالخلافه، یک سری از بنی هاشم همراه امام میرن و امام یکی احتمال داره اینها جسارتی بکنن، قصد جانی بکنن، اگر من صدایم رو بلند کردم شما به کمک من بیاییم و اونجا صداشو بلند میکنه. واقعا اونها چنان به قولی تحکمی میکنن، چنان جسارتی میکنن که امام صداشو بلند میکنه و این هاشم اعلام حضور میکنن و اینا میترسن، امام رو رها میکنن، امام میاد بیرون. بعد تصمیم میگیره که شبانه از اونجا خارج بشه، یعنی به خاطر خطر جانی که وجود داشت از اونجا خارج میشه، به سمت مکه میره، به قولی به عنوانی که میخوام برم و حج رو برگزار بکنم به مکه میره. در مکه باز تهدیدهای مختلفی برای حضرت به وجود میاد و حضرت تصمیم میگیره که به سمت کوفه که از اونجا دعوتنامه های اومده و حرکت کنه و بره و در کوفه مثلا ببینه که آیا میتونه با مسلمانان کاری رو از پیش ببره یا نه. خب داستان این طولانی هست و اگر دوستان علاقه من بودن میتونم که کتابی هست نوشته سید جعفر شهیدی به نام پس از 50 سال که با بررسی خیلی موشکافانه و اجتماعی و خیلی خاصی اینها رو بررسی کرده، چه اتفاقاتی در اجتماع اون زمان اتفاق افتاد، چه شرایطی وجود داشت، مردم چگونه تغییر پیدا کرده بودن به واسطه رفاهی که ایجاد شده بود، این پولهای سرشاری که از جاهای مختلف سرازیر میشد به سمت جزیرت العرب، چقدر این مشی مردم رو تغییر داده بود و به این خاطر بیرمق بودن، بدون انگیزه بودن، زیاد مهم نبود که چه اتفاقی در دور و برشون میفته و بخشی از مردم که اینقدر ظلم بهشون شده بود که دیگه اونها هم نسبت به مظالم دیگه ریاکشن خاصی نداشتن، برخورد خاصی نمی کردن. همه اینها رو جنبندی میکنه و این دلایل رو پشت سر هم میاره تا نشون بده که چطور این اتفاق در اون تاریخ به وقوع پیوست بدون اینکه اعتراض خاصی از جامعه اسلامی نسبت به این قضیه اتفاق بیفته. از این قسمت به قولی ماجرا اگر بگذاریم به بحث بعدی میرسیم که مد نظر بنده بود در مورد اینکه چرا بعضی از وقایع تاریخی زنده میمونن و باقی میمونن و بعضی از وقایع تاریخی بعد از مدتی فراموش میشن. خب شما در طول تاریخ برید ببینید، میبینید که اولا تا اون زمانی که علم تاریخ به عنوان یک علم مدون بتونه تثبیت بشه، تاریخ نگاری به اون حد مرسوم نبوده و در حقیقت تاریخ نویسان همون فاتحان جنگ ها و شاهان و پیروزان
محلکه ها بودن که می اومدن تاریخ رو بنا به نظر شخصی خودشون نگارش میکردن. ولی در دوران اخیر در عصر مدرن علم تاریخ شناسی و تاریخ نویسی تبدیل به یک علم مدون شد و تحلیل های تاریخی و بررسی شرایط و رویدادهای تاریخی به یک سر و سامانی رسید و از روی این رویدادهای تاریخی خب اندیشمندان میشینن و بررسی میکنن و تحلیل میکنن که چرا یک رویداد تاریخی اصلا به وقوع پیوست. ولی قبل از این وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که بعضی از رویدادهای تاریخی تقریبا اصلا فراموش شدن و از نشانه هاشون ما فقط اونها رو پیدا میکنیم، یعنی در یاد و خاطره کسی نمونده، به کل مثل اینکه از حافظه تاریخی محو شده، مثل تمدن هایی که در تاریخ بودن و اومدن و رفتن و حتی بعضا اتفاقات تراژیک خیلی عجیبی که افتاده ولی هیچ کدوم زنده نموندن. اما بعضی اتفاقات تاریخی حی هستن، مثل اینکه زنده هستن و خودشون رو بازسازی میکنن، مثل اینکه یک پشتوانه پشت این اتفاق تاریخی هست، به یک حقیقتی وابسته است، به یک حقیقتی ربط داره. من این رو تمثیل میکنم از این به آثار بعضی از بزرگان هم. ببینید مثلا ما کتابی داریم مثل قرآن، کتاب های خیلی زیادی از زمان نگارش قرآن نوشته شده، شما برید بررسی کنید هم توسط مسلمانان مسیحیان خیلی کتاب ها نوشته شده، بعضی این کتاب ها خیلی خیلی ارزشمند هم بوده، ولی قسمت عمده ای از این کتاب ها تبدیل شدن به تاریخ. مگر کسی بخواد جستجویی در لابلای صفحات تاریخ بکنه که بره و به این کتاب ها رجوع بکنه. اما کتابی مثل قرآن کتابیه که مثل اینکه همین امروز هم زنده است و هر کسی هر مسلمانی همین امروز هم به اون رجوع میکنه. چرا این اتفاق میفته؟ از این اتفاق میگن که مثل اینکه به قولی این کتاب مثل اینکه زنده است، مثل اینکه نویسنده کتاب هنوز هم حی هست و با این کتاب ارتباط داره و این رو پشتیبانی میکنه. به اصطلاح عرفا نوری در این کتاب وجود داره، مشابه این مثلا همین مثنوی معنوی خودمون که هر روز که میخونی برات جدیده، برات جالبه و برات عبرت انگیزه، میتونی ازش معارف کسب کنی، میتونی ازش نور بگیری، معرفت بگیری. مثنوی هم همین حالت رو داره. در مقابل مثلا من به شما مثال ضد این رو بزنم، مثلا مکتبی که جناب کارل مارکس مثلا به وجود آورد، کارل مارکس چند تا کتاب نوشت، کتاب سرمایه، نمیدونم کتاب هایی که مبانی اصول کمونیسم رو توضیح میداد و در برهه ای از تاریخ کل دنیا رو با این کتاباش به چالش کشید. حتی بعد از مرگش هم این کتاباش تأثیر گذاشت و بلوک شرق و غرب در دنیا به وجود اومد، روسیه کمونیستی به وجود اومد، حتی بعضی از کشورها تا به امروز تا حدودی خودشون رو پیرو این مکتب مارکس میدونن. ولی آیا ما میتونیم بگیم که مارکس هم مثل پیامبر در پشت کتابش هست و کتابش رو داره پشتیبانی میکنه؟ به نظر نمیرسه. ارتباطی بین نویسنده و نگاشته وجود نداره. همونجور که مارکس مرده رفته، آثارش و اندیشه هاش هم ناخودآگاه داره مزمحل میشه و از جهان امروز پله پله حذف میشه و به کناری گذاشته میشه. بعضی از تئوری های علمی رو شما ببینید، مثلا در مورد ماده، اتم و مولکول، قبل از اینکه این تئوری های کنونی که همین ساختار ماده و مولکول و اتم و اینها رو توضیح میده، ساختار فکری وجود داشت، خیلی دور نریم، ما تقریبا 100 سال 150 سال پیش ساختار فکری وجود داشت که به عنوان اتر نامیده میشد. اینها میگفتن ماده شکلی به نام اتر داره و اتر در حقیقت یک ماده لطیف بود، یک نوعی از تصور از ماده بود. همه دانشمندا تقریبا اعتقاد داشتن که اتر وجود داره و هیچ کس نهی نمیکرد مسئله اتر رو. اما بعد از اینکه تئوری های علمی پیشرفت کردن و دیدن که اون تئوری اتر راه به سوی حقیقت نمیبره، یواش یواش اون تئوری اتر کلاً از تاریخ علم حذف شد. شما از 150 سال قبل به بعد
میبینید که دیگه هیچ کسی به مسئله اتر پرداخت نمیکنه و همه دارن با ساختار مولکولی و اتمی مسائل علمی رو بررسی میکنن. در حقیقت ما نگاه میکنیم میبینیم که در همه جا این اتفاق میفته. مسائلی که ره به سوی حقیقت مطلق دارن، ره به سوی یک حقیقت بنیادین دارن، اینها شانس زنده موندن بیشتری دارن. و مسائلی که با حقیقت زاویه پیدا میکنن و با مسئله به قولی حالا بگیم معنویت زاویه پیدا میکنن، ناخودآگاه از سیر تاریخ رفته رفته حذف میشن. در تاریخ شما وقتی نگاه میکنید میبینید که به طور مثال ما در مورد مثلا مصر باستان صحبت بکنیم، تا زمانی که این به قولی باستان شناسی نوین به وجود نیامده بود، تقریبا تاریخ مصر باستان چیز تدوین شده ای نداشت. اینکه فراعنه چه کسانی بودن، چه کارهایی کردن، فقط چند تا آثاری مثل اهرام مصر وجود داشت و همین، چیز خاصی در دسترس نبود. و علم نوین بود که رفت اینها رو کند و کاف کرد و پیدا کرد که اینها چه تمدن‌هایی بودن، چه کارهایی می‌کردن. اما اگر دقت بکنید داستان حضرت موسی از همون زمان باقی مونده بود برای ما به واسطه کتب دینی و کتب الهی. چرا؟ چون موسی فردی بود که نسبتی با حقیقت داشت، یک پیامبر اولوالعزم بود و این نسبت دار بودن با حقیقت داستان حضرت موسی رو برای ما همیشه زنده نگه داشته. بشر امروزی با داستان کسی که 3500 سال پیش یک فرد خیلی عادی که اومد با فرعون در افتاد و بخشی از اون اقوام بنی اسرائیل رو از اونجا کوچ داد و به جای دیگه ای برد، این داستان زنده مونده. ولی داستان‌های دیگه که در مورد فراعنه بوده، چطور این اهرام رو ساختن، چه سیستم سیاسی داشتن، چه سیستم اقتصادی داشتن، چیزی از اونها باقی نمونده. در مورد مثلا حضرت عیسی ما نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که حضرت عیسی 2 سال پیامبری کرده. کل مدت پیامبری حضرت عیسی در حدود 2 سال بوده. و در اون زمان هم امپراتوری روم چه بروبیایی داره و چه اتفاقاتی افتاده در اون دوران ها و ما بعدها به واسطه علوم مدرن از اونها اطلاع پیدا کردیم، اما داستان اونها زیاد ذکر نشده و در تمدن بشری داستان حضرت عیسی هستش که خیلی زنده مونده. همون 2 سالی که با پیروان خودش بوده و نصایحی که کرده و اتفاقات که در پیرامون این حضرت وجود داشته، اینها زنده مونده و زنده هم هست. یعنی الان هم که ما در این عصر مدرن زندگی میکنیم، پیروان حضرت عیسی به این داستان تمسک میکنن، به این رویدادها نگاه میکنن، به اونها رجوع میکنن و اونها رو زنده نگه میدارن. و همچنین در مورد پیامبر اکرم علیه السلام، این سلامت است. در مورد امام حسین علیه السلام و واقعه عاشورا هم ما میتونیم خب یه دیدگاه تاریخی و اجتماعی و سیاسی بشینیم و در مورد اتفاقاتی که افتاده بحث و بررسی بکنیم و این رویداد رو از دیدگاه اجتماعی تحلیل و بررسی بکنیم، که خیلی ها کما اینکه انجام دادن. عرض کردم بهترین کتابی که من مطالعه کردم همین کتاب 50 سال پس از پیامبر، 50 سال بعد، یه همچین اسمی داره میکنم، پس از 50 سال، اسم کتاب پس از 50 سال است. استاد فرزانه جناب آقای دکتر سید جعفر شهیدی این رو به قلم نگارش در آورده. خب کسان دیگه هم در این مورد بحث و بررسی کردن. اما آیا این تاریخ امام حسین هستش که فقط عبرت آموز هست یا فقط قابل توجه هست؟ و یا خود این واقعه عاشورا، خود این جانفشانی که توسط این افراد اتفاق افتاده؟ ما میبینیم اتفاقا سیر تاریخی جوری بوده که خب خیلی ها الان این رو اشکال میگیرن، خورده میگیرن، میگن که از کل زندگی امام حسین علیه السلام که
بیش از حالا 50 سال بود، ما از 10 روزش اطلاع داریم، از بقیه اتفاقاتی که افتاده خیلی اطلاع کمی داریم. خب واقعیت هم هست، اصلا منابع تاریخی در این مورد خیلی کم و محدود هست. و این هم عرض کنم در مورد خود وقایع عاشورا و کربلا هم اتفاقا منابع درست و حقیقی خیلی کم هست. ما چند تا مقتل داریم، مقتلی که شیخ عباس قمی نوشته، یا مقتل لحوف، یا چند تا از مقاتلی که مسائل روز عاشورا و چند روز قبل و بعد از عاشورا رو تقریبا میشه گفت به تفصیل نگاشتن. ولی کل اون چیزهایی هم که در این مقاتل نوشته شده به اندازه 1000 شاید این داستانها و صحبتهایی که الان در مجالس و مراسم ها انجام میشه نیست. یعنی خیلی مسائل به این اضافه شده که اکثرا خب اندیشمندان میگن که یک سری از این مسائل که اضافه شده واقعا انحرافی هست و در شأن و مقام و مرتبه ائمه و اهل بیت نیست. اینها چیزهایی هستش که نسبت دادن اونها به اهل بیت اسمت و طهارت شاید به اون نحو درست نباشه. ولی به هر حال چیزی که ما میبینیم این هستش که در حول و حوش این 10 روز خیلی کار شده، خیلی مسائل مطرح شده. ولی در زمان زندگی که 50 سال بوده، حالا 50 اندی سال بوده از زندگی گوهربار امام حسین علیه السلام، چیز زیادی در دسترس ما نیست. حالا سخنان امام حسین را هم که شما برید جمع کنین، احادیثی که وجود داره خیلی محدود هست. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا این برهه تاریخی اینجور برجسته شده؟ خب این عرض کردم این ذات بعضی از مسائل تاریخی هستش که خودشون حی هستن، خودشون زنده هستن. اون بخش از تاریخ مثل این که تا امروز از بین نرفته. همین مسئله که میگن کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، خب از نگاهی که ما یه نگاه ساده اگر به این قضیه بکنیم حرف درستی به نظر نمیشه. یعنی چی؟ مگر عاشورا روز خوبی بود؟ عاشورا روز بدی بود دیگه. بزرگترین جنایت ها در اون روز اتفاق افتاده، بدترین اتفاق. حالا ما بگیم که هر روز هم عاشوراست، نه، اتفاق ما بگیم که کاش هیچ وقت هیچ عاشورایی اتفاق نیفته، که در اون ولی الهی و اولیاء الهی به اون طرز فجیعی مورد ظلم قرار بگیرن و مورد کشتار قرار بگیرن. نباید بس اعتقاد بیفته. یا کل ارضین کربلا، مگر کربلا جای خوبی بوده؟ نه، در اونجاست که امام حسین به شهادت رسیده. ما بگیم که هر جای کربلاست که مثلا در اونجا باید اولیاء الهی به شهادت برسن، خب این حرف درست نیست. از این منظر درسته کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا که ما بگیم این واقعه زنده هست. وقتی ما میگیم یک فردی زنده هست و در همه حال در کنار ایشون میتونیم باشیم، در حضورش میتونیم باشیم، واقعه عاشورا یک همچین حالتی داره، یک حالت زنده بودن داره و همواره میتونه در دسترس باشه. برای همین هستش که ما میتونیم بگیم کل ارض کربلا یا کل یوم عاشورا از این دیدگاه هست. و واقعا هم شما میبینید که این شور و اشتیاقی که نسبت به مکتب امام حسین وجود داره در تمام دنیا هر روز در حال افزایش هست. نه تنها رو به کاستی نمیذاره، بلکه این آتش رفته رفته مثل اینکه فروزانتر هم میشه. باز این چه شورش هست که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. شعرهایی که در این واقعه شعر سرودن، عرفایی که در این مورد صحبت ها کردن، هر کسی به نوعی با نسبتی که نسبت به این قضیه نگاه میکنه و با اون تعامل میکنه اومده و چیزی رو به این قضیه افزوده، چیزی رو با این به اشتراک گذاشته و رفته رفته این حرکت عاشورایی امام حسین تبدیل به یک مکتب شده، تبدیل به یک حرکت عظیم شده. این نشان دهنده همین حی بودن و زنده بودن این قضیه هست. بعضی ها تمام سال با این قضیه درگیر هستن، ما میگیم بهشون هیئتی ها، که هر هفته مثل اینکه میرن، من میگم معمولاً که اینا میرن هر هفته تمرین میکنن که 10 روز عاشورا بیان مسابقه بدن. واقعیتش این هیئات حسینی اگه نباشه اون 10 روز محرم هم
با اون صلابت که برگزار نمیشه. اینها هستن که میرن میشینن در این مورد حرف میزنن، فکر میکنن، شعر میگن، نوحه سرایی میکنن. همه اینها به نوعی تمرین هست، آماده سازی هست، این آتش رو در دل خودشون زنده نگه میدارن، زنده نگه میدارن تا میرسه به اون ایام دهه محرم و میان این رو با بقیه در حقیقت به مشارکت میذارن، با بقیه با شریک میشن در این حس و حال. بعضا مثلا از استاد میپرسیدن که خب این مراسم هایی که در خیابان ها با سر و صدای زیاد اتفاق میفته آیا خوب هست، بد هست؟ بالاخره بعضیا ناراحت میشن، بعضیا مریض دارن. مثلا گفت خب تا حدی که بالاخره مورد به موجب آزار اذیت نباشه چه اشکال داره، اتفاق فکر ضروری هست. شما فرض کنید این دسته های حسینی توی خیابان ها به وجود نیاد، کلا اینها رو تعطیل بکنن، همه بشینن تو خونه در مورد این وقایع عاشورا صحبت بکنن، یواش یواش این شور اشتیاق هم خاموش میشه، یواش یواش از بین میره. با این حجمه مدرنیته که وجود داره، با این رفاه طلبی که انسان ها درشون به وجود اومده، اونها از بین میره، کلا فراموش میشه. اتفاقا این حرکات دسته ها و اینها، البته من خودم هیچ وقت نمیرم دست، ولی اینها زنده نگه دارنده این حرکت و این مکتب حسینی هستند. عرض کردم به نحوی که خب موجب آزار و اذیت نشه، ولی چطور در کشورهای دیگه مثلا کارناوال داریم، مثلا در برزیل کارناوال‌های مختلفی برگزار میشه، در هلند نمیدونم کجا 10 روز خیابان‌ها رو می‌بندن، به قولی چرایط مختلف نمیدونم یه جایی مثلا میان گوجه فرنگی‌ها رو کلا می‌ریزن تو خیابون، میرن مثلا اونها رو له می‌کنن. یه کارناوال مثلا گوجه فرنگی، یه کارناوال رنگ هست. خب مردم به این جور حرکت‌ها نیاز دارن دیگه، چه اشکال داره همچین کارناوالی رو ما در نظر بگیریم که با نسبت‌های بسیار عجیبی با حقیقت، حقانیت، با معرفت وجود داره و در دسترس ما هست. 10 روز در سال میاییم در این مسیحی هم همچین کارناوال‌هایی دارن در اون روزی که حضرت مسیح به صلیب کشیده میشه، میان یاد و خاطره اون روز رو گرامی میدارن، توسل میکنن به این بزرگان، توسل میکنن روح خودشون رو در این حوض پاک و پاکیزه به قولی تطهیر میکنن، پاک میکنن. خب ما شیعیان در حقیقت دو تا میشه گفت زمان داریم در سال، یکی در ایام ماه مبارک رمضان هست که به واسطه اون ریاضت هایی که انسان میکشه، گرسنگی هایی که به خاطر خدا میکشه، و در اون ایام احیای شب قدر و شهادت امیرالمومنین با توجه و طلب شفاعت از بزرگان خودش رو پاک و پاکیزه میکنه، روحش رو جلا میده، از اون زندگی تکراری دنیای مدرن جدا میشه و خودش رو به اون دریای معرفت وصل میکنه. و یکی هم در ایام محرم هست که باز همین اتفاق به نسبتی میفته، انسان با توجه کردن به این بزرگان، با توسل به این بزرگان و با دل و جان در حقیقت حضور پیدا کردن در این نوع مراسم ها میتونه خودش رو به قولی تطهیر بکنه. بنابراین باید دقت داشت که این که ما در جریان های تاریخی میبینیم بعضی از مسائل تاریخی به کل فراموش میشن، ولی بعضی از مسائل تاریخی زنده هستن و زنده بودنشون هر روز بیشتر و بیشتر میشه، این یک خاصیت درونی هست، این یک حکمت خداوندی هستش که اینها در حقیقت زنده هستن و خودشون رو هر روز بارورتر و بارورتر میکنن. خب واقعی عاشورا یکی از این وقایع هست و شما میبینید که چقدر انسانهای بزرگی، شعرا، عرفا نسبت به این ابراز علاقه کردن، نسبت به این قضیه ابراز ارادت کردن، اومدن تمام هنرشون رو در این مسیر و در این مکتب صرف کردن. یکی از این آثار خب به طبع دیوان نیر تبریزی هست. جناب نیر تبریزی خب متولد شهر تبریز هست، همشهری ما هست و در سال 1211 شمسی مصادف با 1248 هجری قمری در ماه جمادی الاول روز 12 متولد شده. ایشون یکی از خب خانواده از اعضای خانواده حجت الاسلام هستند. حجت الاسلام ها
از خانواده های بزرگ تبریز بودن که همشون به اون فقاهت و عالم بودن شهره بودن در تبریز. هم پدر بزرگواره ایشون، البته بعضا انتصاب هایی به شیخیه ها انجام میشه، ولی خب این واقعیت نداره. پدر بزرگوار ایشون از عالمان بزرگ بودن که در زمان محمد علی باب زندگی میکردن، و وقتی محمد علی باب ادعای نبوت کرد، پدر ایشون بود که به خواست ناصرالدین شاه با ایشون مناظره میکنه و ایشون رو محکوم میکنه، که البته بعدها امیرکبیر با به خاطر همین شکستی که در مناظره محمد علی باب میخوره از این استفاده میکنه و ایشون رو زندانی میکنه و بعد به قتل میرسونه. یعنی ما بعضی شخصیت ها، درست امیرکبیر یکی از شخصیت های بزرگ تاریخ ایران هست، ولی بعضی تندروی هایی در اون زمان اتفاق افتاده که انسان بعضا تعجب میکنه، و بعد از این قضیه باعث میشه که فرقه دیگه مثل بهائیت به وجود بیاد و این ادامه پیدا بکنه. یعنی شاید این چنین تندروی هایی با این مکاتب اگر به وجود نمیومد، این مسیر طی نمیشد. به هر حال جناب نیر دوران کودکی خودش رو در تبریز میگذرونه، آموزش های مقدماتی رو از پدرش فرا میگیره و بعد به نجف میره، به کربلا میره و در حوزه نجف علوم مختلف رو یاد میگیره و به حد استادی و اجتهاد میرسه و دوباره به تبریز رجعت میکنه. چون در زمینه ادبیات هم علاقه و هم استعداد فراوانی داشت، خصوص در زمینه ادبیات عرب، شاگردان بزرگی رو تربیت میکنه. از جمله شاگردان ایشون سید علی قاضی طباطبایی هستش که از عرفای بنام و بزرگ شهر اون هستن و در نجف زندگی میکردن و در اونجا دارفانی رو ودا گفتند. خب سید علی قاضی طباطبایی از قلل عرفان به قول شیعه محسوب میشن و شاید کمتر کسی ما بتونیم نام ببریم که در زمینه عرفان به اون حد و درجه اعلا رسیده باشه. خب ایشون شاگردی جناب نیر رو کردن و در زمینه ادبیات به خصوص ایشون در زید به قولی عنایات مرحوم نیر تبریزی بودن. ایشون در بقیه عمرشون رو برمیگردن و در تبریز زندگی میکنن، شاگردان بزرگی رو تربیت میکنن و آثاری رو از خودشون به جا میذارن که یکی از این آثار همین دیوان آتشکده نیر تبریزی هست. دیوان آتشکده نیر تبریزی، خب هر کسی یک برداشتی از این دیوان داره. اولا اینکه شعرهای بزرگی نسبت به این دیوان قبطه خوردن. مرحوم شهریار مشهور هستش که یک بیتی داره جناب نیر: ای فرس با تو چه رخ داد که خود باخته ای، تو بدین گونه که ماتی تو شه انداخته ای. همین بیتی که وجود داره رو فقط شهریار گفته. کاش این بیت از نیر مال من بود، تمام اشعارم رو میدادن به نیر. همچین ابراز ارادتی نسبت به شعرهای نیر میکنه. یا مرحوم عابد تبریزی، استاد عابد تبریزی که از مرثیه سراهای قهار شهرمون هست، از بزرگان تاریخ هست واقعا، که اخیراً فوت کردن، واقعا انسان عجیب و عظیمی بود، واقعا انسان عظیمی بودن. بنده اون فرصت رو نداشتم، اون به قولی موهبت نصیبم نشد بود که در محضرشون باشم، ولی در حقیقت خب استاد ما بودن، استاد حاجی بودن، سالهای خیلی زیادی رو در محضر استاد عابد تبریزی بودند و بارها اشاره کردند که چه انسان عجیب و فریفته‌ای بود. از ایشون نقل می‌کردن و می‌گفت که اشعار من رو در مراسی‌ها و مجالس محرم قرائت نکنید تا زمانی که من زنده هستم. تا زمانی که نیر وجود داره نیازی به اشعار من نیست. وقتی من مردم خودتون می‌دونید، اگر خواستی اشعار من رو بخونید، ولی تا من زنده هستم همین آتشکده نیر رو بخونید. و خب بزرگان دیگه‌ای که در طول تاریخ، مثل حالا در این کتابی که تصحیح شده، در مورد این کتاب هم عرایز خواهم داشت، ادیب الممالک فراهانی چه شعرهایی در وصف استاد نیر تبریزی سروده، یا عبدالرسول احقاقی و بزرگان دیگه.
خب جناب نیر تبریزی در سال 1312 هجری قمری مصادف با 1273 خورشیدی در تبریز وفات میکنه و چون وصیت کرده بود که ایشون رو در نجف به خاک بسپرن و در اون زمان امکان انتقال جسد وجود نداشت، به صورت امانت در تبریز به مدت 2 سال دفن میکنن. در اون زمان رسم بود کسی که وصیت میکرد دفنش میکردن، بعد از 2 سال که خب این گوشت ها و اینا میرفت و استخوان ها میمون، این استخوان ها رو در یک بخچه میبستن و میبردن و در نجف اون رو دفن میکردن. بعد 2 سال ایشون رو همینطور میبرن و در نجف در قبرستان وادی السلام دفن میکنن. بنده 2-3 بار کل اون وادی السلام رو، بخش های مختلفش رو با دوستان رفتیم گشتیم که این قبر رو پیدا کنیم. متاسفانه تا حالا نتونستیم که جای دقیق این قبر رو پیدا کنیم، ولی میدونم که افرادی هستن که میدونن محل دقیق این قبر کجا هست. به هر حال ایشون آتشکده نیر تبریزی رو سروده و استاد حاجی بلند هم هر سال به مناسبت ماه محرم الحرام اشعاری رو از این دیوان گرانقدر قرائت میکردن و ما هم معمولا در حضورشون استفاده میکردیم. تصمیم گرفتیم که امسال هم به مناسبت اینکه حالا محل جدید مرکز رو افتتاح کردیم و مصادف شده بود با حلول ماه محرم الحرام، این اشعار رو در حضور دوستان قرائت بکنیم و در حد امکان در مورد ابیاتش شرحی رو در خدمت شما عزیزان ارائه بدیم. یک توضیحی هم در مورد این تصحیح که حالا اینجا هم موجود هست عرض کنم که استاد چون خیلی علاقه وافری به این کتاب داشتن، حدود 10-15 نسخه مختلف رو جمع‌آوری کردن و از روی اینها بهترین تصحیح رو انجام دادن و این تصحیح نهایی رو در اختیار ما قرار دادن و توضیح هایی رو هم در انتهای هر کدوم از بخش ها در مورد کلمات مشکل و اون اصطلاحات خاصی که وجود داره در انتهای این قرار دادن که خب الحمدلله امکانش نشد البته در زمان حیات استاد این چاپ بشه، ولی بعد از رحلت ایشون ما موفق شدیم که بالاخره این کتاب رو چاپ بکنیم و در دسترس شما عزیزان باشه. خب ساعت چند هست؟ ما ساعت 7:20 دقیقه. خب وقت داریم که چند دقیقه از ابتدای این مجموعه شروع میکنیم و اون دیباچه این کتاب عظیم رو مطالعه میکنیم، میخونیم خدمتتون و شرح مختصری هم در زید هر کدوم از ابیات خدمتتون عرض خواهم کرد. خب بخش اول از آغاز آفرینش شروع میکنه. آغاز آفرینش و اشاره به خلقت اهل بیت عصمت و طهارت. این ریشه در یک سری اعتقادات خب تشیع داره. اینکه اولا خلقت تماما به نوعی تحت ذیل انوار مقدسه اولیاء الهی یا ائمه اطهار صورت گرفته و اینکه اصلا این وقایع از قبل نوشته شده بود، یعنی شیعیان بعد از این واقعه واقعا میگفتن که چرا همچین حادثه تلخی باید برای امام ما اتفاق بیفته؟ پس خدا در اونجا کجا بود؟ خدا چکار میکرد؟ این سوالی هستش که خیلی ها در شرایط سخت میکنن. همین مسئله رو یهودی ها در مورد هولوکاست مثلا انجام دادن، میگفتن خدا کجا بود وقتی در هولوکاست ما رو میسوزوندن؟ چکار میکرد؟ چرا توجهی به ما نداشت؟ مسئله شر و اتفاقات خاصی که میفته همیشه سوال میشه برای مؤمنین، پس خدا کجا بود؟ چرا این اتفاق افتاد و خدا راضی شد به این اتفاق؟ در مورد حضرت عیسی مسیحی ها میگفتن چرا حضرت عیسی رو به دار کشیدن، به صلیب کشیدن و خدا هیچ کاری نکرد در اون زمان؟ و این سوال در مورد شیعیان هم خب به وجود اومده بود، ولی شیعیان گفتن که این مقدر بود، خدا میخواست که حسین قربانی بشه در راه دین، در راه اعتقاد، در راه خدا قربانی بشه و این نوشته شده بود و مورد تأیید امام حسین در بدو خلقت قرار گرفته. اصلا امام حسین میخواست که این مسیر رو طی بکنه، ولی واقعیت امر اینه که ما وقتی به
رفتارهای امام حسین در جریان عاشورا و محرم نگاه میکنیم همچین حسی پیدا نمیکنیم. یعنی امام حسین بارها و بارها تلاش کرده که جلوی این اتفاق رو بگیره، بارها و بارها تلاش کرده که مذاکره کنه با دشمن، بارها تلاش کرده که پیشنهادهایی رو بده و مسیر رو عوض بکنه. این نبوده که حضرت امام حسین علیه السلام با آغوش باز و با اطلاع از این که داره به سمت یک هلاکتی حرکت میکنه بخواد این مسیر رو طی بکنه. خب این قابل توجیه نیست. در مورد این مسئله خیلی ها فکر کردن. پس چیه قضیه؟ اگر ما اعتقاد داریم که ائمه ما از همه چیز میتونن آگاهی داشته باشن، نسبت به همه چیز احاطه داشته باشن، نه تنها این، افرادی مثل نیر اذعان میکنن که در اعتقاد اینها کلات من هم رد نمیکنم این رو، همه خلقت زیده به قول خواست ائمه انجام شده، اصلا اینها در خلقت شراکت داشتن. رد نمیکنن توحید رو، خدای واحد رو قبول دارن، ولی میگن که این انوار چهارده گانه اولین چیزی هستش که از خلقت خداوند به وجود آمده و بقیه خلقت از این چهارده نور معصوم به وجود آمده، یه همچین تحلیلی میکنن. خب چه نسبتی وجود داره وقتی ما میگیم که همه چیز از این چهارده معصوم بوده ولی این چهارده معصوم اسیر این دنیا بودن؟ مگه میشه؟ یه تناقضی به وجود. این رو باید آدم حل بکنه برای خودش. چون این قابل حل نیست، خب شیعه هم میامدن میگفتن که امام حسین میدونست که داره میره کشته بشه، میدونست که این مقدر شده. از این هم خیلی فراتر میرن، میگن پیامبر خبر داده بود، حضرت علی خبر داده بود، گفته بود مثلا اینجور میکنن، مثلا گردنش رو میبرن یا فلان میکنن فلان میکنن، که البته خب این روایت زیاد سندیت نداره، اینها رو بعدا اکثرا ساختن، تقریبا میشه گفت که همشون رو بعدن ساختن. و حالا شاید یک اشارات خاصی، مثلا حدیث شریفی که مثلا میگن حسین و منی و انا من حسین، این متواتر هست، این رو خیلی ها گفتن. یا انا حسین سفینت و نجات، انا حسین مصباح و هدا و سفینت و نجات، این رو حالا قبل از امام حسین میگن که گفته شده ولی بعد از امام حسین خیلی گفته شده. ما نمیدونیم که دقیقاً این از قبل رسیده یا بعدش این رو گفتن. اینها محتاج این هستش که ما اینو بررسی کنیم. ولی ما چطور به این قضیه نگاه بکنیم؟ من نظرم این هستش که ما باید انسانی نگاه بکنیم، فرا انسانی نگاه نکنیم. با علم به این که اگر امام از این قضیه خبر داشت، این خبردار بودن، این آگاهی در مراتب بالاتر وجود امام بود و مراتب انسانی امام سعی میکرد که همیشه مثل انسانهای مختلف زندگی عادی داشته باشه. ما این رو در تمام شؤون ائمه دیدیم که اینا چقدر انسانی و کاملا عادی زندگی میکردن، کار خارق العاده انجام نمیدادن، هرچند بعضی وقتها امکانش وجود داشت که معجزه ای از اینها رخ بده و بعضی وقتها رخ میداد، ولی خیلی کم بود اینها و سعی میکردن مثل انسانهای عادی باشن و در حقیقت انسان عادی بودند، ولی در درون، در لایه های درونی و در اون باطن، خب هر کسی یک لایه های درونی داره دیگه، ما لایه های درونیمون یک سانته، در مورد اولیا بی نهایته. اینها در درون اون بحر مواج الهی، در درون لایه های وجودی خودشون که غور می کردن، در اونجا بعد نسبت به همه چیز اشرافیت داشتن، ولی اون حالات خاص بود، اون مسائل خاص بود، اون شرایط خاصی بود از زندگی امام، در شرایط عادی زندگی عادی داشتن و در اون زندگی عادی اتفاقا اسوه و نمونه بودن. چطور؟ در سخت‌ترین شرایط مثلا مهربان بودن، در بدترین شرایط نسبت به دیگران توجه داشتن، در اوج بی‌آبی آب رو میومدن انفاق میکردن، خودشون نمیخوردن. خیلی چیزای عادی هست، در عین عادی بودن خیلی خوبه، خیلی خاصه، خیلی زیباست. چه چراغ‌ها رو روشن می‌کنیم؟ یعنی ما باید نسبت به این تکوین نگرش رو بود
نسبت به اولیا خیلی تلاش بکنیم تا بتونیم دید صحیحی نسبت به اولیا پیدا بکنیم. خیلی مهم هست که بتونیم هر دوی این مسئله رو بتونیم با همدیگه امتزاج بدیم و بفهمیم که چطور ممکنه یک کسی در عین قدرت بیاد و در یک شرایطی به قولی دوچار یک سری مسائلی بشه که باور نکردنیه. در اوج خب ما بخش هایی داریم، مثلا نیر میگه که حضرت جبرئیل در اون مراحل آخر اتفاقاتی که در عاشورا میافتاد اومد به پیش حضرت امام حسین گفت که من میام کمکت میکنم. بعد یک بیت خیلی خاصی داره، میگه که جبرئیلا این که بینی نیمنم اوست یک سر، من همین پیراهنم، چیزی از من نمونده، من یک پیراهنی هستم، هرچه در درون من هست اوست. بعد یک بیت دیگه ای داره، میگه که گرفشانم ریزدم از آستین صد هزاران جبرئیل راستین، من اگر دستم رو اینطور بکنم صد هزار مثل تو از آستین من میریزه، من محتاج تو نیستم، محتاج کمک تو هم نیستم، این لشکری که اصلا در مقابل من وایستاده این از من مدد داره میگیره. اینها رو در قالب فرمایشات عرفانی خودش میگه. ولی از اون ور ما میبینیم که به زیبایی نشون میده که امام مثل یک انسان عادی در اونجا حضور داره و در مقابل دشمن داره جنگ میکنه، زخم میخوره، ناراحت میشه از کشته شدن فرزندش. خب این هم هنر این شاعر هست که چطور این تلخی ها و زیبایی ها رو در کنار هم آورده، تلخترین مسائل رو به زیباترین الفاظ پوشش داده. ما مسئله تلخی رو داریم میشنویم ولی زیبایی از اون میریزه. همون مسئله که حضرت زینب فرمودن ما رأیت الا جمیلا، من در حادثه کربلا چیزی به غیر از زیبایی ندیدم. خب همه این که تلخی بود، همه این که زشتی بود، چه چیز زیبایی در این وجود داشت؟ ولی زیبایی بطنی در این وجود داشت، زیبایی ماهوی در این وجود داشت که من این رو میدیدم. شاعر این کار رو کرده، جناب نیر این کار رو کرده، تلخترین مسائل رو به زیباترین کلام بررسی کرده، مطرح کرده. و ما وقتی میکنیم واقعا با اینکه دلمون به درد میاد ولی لذت میبریم از این فضایی که ایجاد میشه. این هم در حقیقت هنر ایشون هست. حالا توضیحاتی هم در ادامه من خواهم داد که چطور مثلا فرض کنید در این داستان سرایی که نسبت به هر کدوم از این اصحاب امام حسین انجام میده، ما معمولا در داستان سرایی داریم که نقاط عطفی در داستان باید وجود داشته باشه. معمولا در داستان سرایی دو تا نقطه عطف وجود داره، نقطه عطف اول، نقطه عطف دوم. اینها در حقیقت در گفتار نیر لحاظ شده و با مهارت تمام این داستان رو شروع میکنه از ابتدا. ولی اون نقاط عطف کجا هست؟ معمولا نقاط عطف ابتداءً اجازه گرفتن از محضر امام حسین هست و در نهایت در موقع شهادت و اینکه حضرت امام حسین میاد بر بالای سر اینها، بر بالین اینها، این دوتا نقاط عطف رو مطرح میکنه. در میانه این دوتا ما داستان جنگاوری و دلاوری اصحاب رو داریم ولی به اون حد تاثیرگذار نیست. خیلی زیباست، خیلی جذابه، ولی اون دوتا نقطه عطفی که در هر کدوم از این داستان ها مطرح میکنه بی نهایت جذابش کرده. بگذاریم، در مورد اینها در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد، وقت نداریم. بخشی از این دیباچه زیبا رو بخونیم. در این دیباچه همونجور که عرض کردم مبانی اعتقادی و فکری خودش رو در حقیقت به ما نشون میده و در مورد اون اعتقادات خودش حرفهای خیلی خاصی رو میفرماید. خب میخونیم: آغاز آفرینش و اشاره به خلقت اهل بیت عصمت و طهارت. آفرینش را چو فتح الباب شد، نور احمد مهر آدم تاب شد. ابتدای آفرینش این نور حضرت محمد بود که مهر آدم تاب شد. اول ما خلق الله نوری، این اشاره داره به این حدیث که از پیامبر ذکر شده که اولین چیزی که خداوند آفرید در دنیا نور من بود. از این استفاده میکنه. خب شما میدونید یک دیدگاه فلسفی هم وجود داره در بین فلاسفه که لا یستر من الواحد الا الواحد، از واحد غیر از واحد صادر نمیشه.
این بنا به دلایلی هست دیگه، اون مسائل فلسفی رو که مطرح میکنن میگن که واحد یک واحد رو میتونه ایجاد بکنه. بنابراین فلاسفه اومدن گفتن که بله، اول عقل اول به وجود اومد، از عقل اول نفس اول به وجود اومد، نمیدونم از اینها عقل دوم نفس دوم، بعد خلقت به واسطه اینها به وجود اومد. ولی سوال اصلی از کجا حادث شده؟ سوال اصلی از اینجا حادث شده که اگر خداوند واحد هست، یکی هست، پس این کثرت در این عالم از چی هست؟ چرا این همه ما کسرات میبینیم، انواع صور، انواع مخلوقات میبینیم؟ اگر خداوند اینها یکی هست، از این یکی چطور این همه مسائل، این همه مخلوقات به وجود اومده؟ چطور این یکی تبدیل شده به میلیاردها 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 اتم و مولکول و سلول و ستاره و کهکشان و آدم‌های دیگر و فرشته و جن و پری و روح و انسان‌ها و سلول‌ها و هر چیزی که در این عالم وجود داره، ما می‌گیم از همه اینها از خداوند هست. چطور از این یک واحد این صادر شده؟ سعی می‌کنه اینجا یک نگرش خودش رو در این مورد بگه. میگه اول نور حضرت محمد آفریده شد، رست از آن نور امامان وفی، شد بروج سیر آن نور صفی. از این یک نور 12 نور به وجود اومد که نور امامان بودند. یعنی این یک به 12 شاخه تبدیل شد. دقت بکنید، تنها چیزی که مثل اینکه در عالم خلقت وجود داره این نورها هستند، حتی فضا و زمان و مکان و اینها هم وجود ندارن. یک نور واحد به وجود اومده که نور پیامبر هست، و از این نور واحد 12 نور که نور امامان هست به قولی منشعب شده، رسته در حقیقت. پس برآمد نور پاک فاطمه، آن مبارک فاتحت را خاتمه. اون فاتحه با این نور حضرت فاطمه خاتمه پیدا میکنه و نور حضرت فاطمه هم در اینجا به وجود میاد. 14 هیکل چو شد از آن درست، نور پاک انبیا زان نور رست. وقتی این 14 هیکل 14 وجود متعالی، 14 نور به وجود آمد، این 14 نور شروع کردن و نور انبیا رو به وجود آمد. ما در روایت میخونیم که 124,000 نبی وجود داره دیگه، خداوند 124,000 پیامبر آفریده. میگه این 124,000 پیامبر هم از نور اون 14 نور خاص، 14 نور معصومی که وجود داشت منشعب شدن. پس اولین چیزهایی که در این عالم به وجود آمدن ابتداعا نور حضرت محمد و سپس نور ائمه اطهار و از اونها نور انبیا، یعنی 124,000 پیامبر، در حقیقت اون نورهای متعالی. اینها که درست شدند، پس به ترتیب مراتب زان صور، شد همه ذرات اکوان جلیوه گر. تمام ذرات این عالم از این 124,000 نور که به وجود اومده بودن یواش یواش به وجود آمدن. خب یک حالت استعاری داره، ولی به لحاظ عرفانی خیلی ها به این اشاره کردن. یعنی ما امروزه یه سری اصطلاحات وجود داره، میگن کانال های انرژی، انرژی های متافیزیکی، از این حرفا خیلی میشنویم دیگه. یا مثلا در مطالبی که از مولانا میخونیم میبینیم که میگه که حالا اشعار مختلفی از چیزهای مختلفی به ذهنم میاد، میگه عمر همچون جوی نو نو میرسد، مستمری می نماید در جسد. این حیات ما، این عمر ما مثل جوی آبه، نو نو هر لحظه داره ما رو زنده می کنه، مثل یه جویه که آب از توش جریان پیدا می کنه و هر لحظه ما رو زنده می کنه. ولی ما هر لحظه می میریم و هر لحظه ما داره این داره ما رو زنده می کنه، یک حرکت نوسانی مداوم. خب این حرکت جویوار زندگی و عمر چطور اتفاق میفته؟ در حقیقت اشاره داره به همون کانال‌های حیاتی، کانال‌های وجودی که در درون ما وجود داره و بخشی از وجود ما رو تعمیر میکنه. حتی بعضی ها نظرشون این هست که انسان وجودی چند لایه داره. حالا بعضا
اون تعالیمش عرفان شرقی رو هم دخیل میکنن و میگن این مراکز انرژی بدن که وجود داره، هفت چاکرایی که در بدن وجود داره، هر کدوم از اینها لایه‌ای از وجود بدن انسان هستن و هر کدوم از این لایه ها نشأت گرفته از مرتبه ای از خلقت هستن. همین مراتب شما ببینید، مرتبه اول از رسول بود، 14 معصوم بود، امامان بودن، پیامبران بودن، بعد مراتب بعدی مثلا فرض کنید از نور پاک انبیا عالم برزخ به وجود آمده، بهشت و جهنم به وجود آمده، عالم مادی در مرتبه اسفل و سافلین در پایین ترین حالت همه اینها قرار میگیره. تقسیم بندی های مختلفی وجود داره، مثلا ما میگیم عالم لاهوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم ناسوت، که این عالم عالم ناسوت هست. معمولا گفتن که این عالم عالم اسفل و سافلین هست، پایین ترین درجه هست. این عوالم مختلف، مثلا عالمی که در اونها فرشته ها وجود دارن، عالمی که در اونها اجله وجود دارن، روح ها وجود دارن، اینها هر کدوم عالمی هستن. اینها از اون نورها منشعب شدن و ایجاد شدن و از نور اونها تازه عالم ما ایجاد شده. همون مثال عالم مثل افلاطون که هستش، که افلاطون یه نظریه‌ای داره، میگه که ما مثل کسانی هستیم که در یک غاری رو به دیوار نشستیم و داریم به دیوار نگاه میکنیم، سایه هایی در روی دیوار غار دیده میشه. حقیقت سایه ها از کجاست؟ بیرون غار داره یک کاروانی گذر میکنه، نور آفتاب به اون شترها، به اون حیوانات میخوره، در منعکس میشه روی دیوار غار. ما سایه ها رو میبینیم، فکر میکنیم حقیقت اصلی اونها هستن، غافلیم از اینکه اصل حقیقت اون کاروانی هستش که داره از بیرون گذر میکنه. در مورد عوالم مختلف این عالم هم دید عرفا اینطور هست، هر کدوم از لایه های وجودی ما حقیقتی در عوالم بالاتر داره. لایه های وجودی زمینی ما یک لایه بالاتر حقیقتی در یک لایه بالاتر داره، لایه های درونی تر، روحی تر. بعضی ها معتقدن ما وجود انسان هفت لایه است، هفت تا لایه مثل پیازه، هر کدوم خاصیتی برای خودش داره، هر کدوم از این لایه ها مأخذی در عالم بالاتر داره و این خلقت اینها به واسطه همین نورها اتفاق افتاده. بس خیلی امکان داره پیچیده بشه و ما شاید اینو نتونیم کامل جمع‌بندی بکنیم، ولی دائم همین حد در نظر داشته باشید که تمام این خلقت رو به نوعی تصدی یافته از اون نور واحدی میدونن که منشعب شده و به صورت همون کانال‌های انرژی و کانال‌های حیاتی اومده پایین تر، با هم دیگه ترکیب شده، با هم دیگه حالات خاصی رو به وجود آمده و در نهایت در این عالم اسفل و سافلین به صورت اجسام، فضا، زمان و اینها برامون قابل فهم است. شاید از ذهن ما نتونه تصور بکنه که چه عالم‌هایی میتونه وجود داشته باشه، چه شرایطی میتونه وجود داشته باشه، ولی تا همین حد که این عرفا از درک‌های درونی که کردن حرف‌هایی رو به ما گفتن که میتونیم در موردش رو فکر بکنیم و نسبت به عالم خلقت تصورات حقیقی تری بتونیم پیدا بکنیم. بگذاریم ساعت چند هست؟ 20:08. خب یه ده دقیقه هم میتونیم بکنیم. آری آری طلعت الله نور، این چنین آینه ای دارد ضرور. الله نور و سماوات و الارض مثلا نور کمشکار. این آیه هستش که بله در مورد خداوند میگن که آیه هستش، آیه نور، که خداوند نور مانند نور هست، نور به قول آسمان ها و زمین، و مانند یک چراغی هستش که از درون اون نور افشانه میکنه. از این آیه نور خیلی استفاده ها کردن عرفا و گفتن که این وجود خداوند در حقیقت واجب الوجود هست، وجود اصلی وجود خداوند هست و بقیه وجودها تلألوی از این وجود هست، نوری هستش که تجلی پیدا کرده و ما وجود واقعی نیستیم، ما تصوری از وجود هستیم. خب امروزه توی این بحث فیزیک کوانتوم و فیزیک مدرن شما وقتی میبینید که دانشمندان تقریبا همین حرفا رو میگن
ما وقتی اتم رو نگاه میکنیم میبینیم که از پروتون و نوترون تشکیل شده، پروتون و نوترون رو نگاه میکنیم میبینیم از کوارک تشکیل شده، کوارک رو نگاه میکنیم نمیدونم از ریسمان های مرتعش تشکیل شده و فضاهای خالی که در بین همه این ذراتی که علوم فیزیکی کشف میکنن وجود داره. در نهایت چیزی که به شما میگن اینه که ما حاصل یک سری ارتعاش هستیم، اینکه ما جسم سختی مثل یک میز تشخیص میدیم یا بدن خودمون رو لمس میکنیم، اینها همه نیروهایی هستش که همدیگر رو دفع میکنه. واقعیتی به نام جسم صلح وجود نداره. همه اینها چیزهای توخالی هستن، همه اینها نشأت گرفته از یک سری ارتعاشات هستن، یک سری موجها هستن. حتی حرکت الکترون ها و پروتون ها همه اینها موجی هستش، یعنی میشه گفت بهشون که اینها موج هستن نه ذره. حالا در مورد اینها بحث های زیادی هست، ولی واقعیتا علم فیزیک هم همچین چیزی میگه. یعنی ما همین عالمی که به ظاهر در دید ما خیلی صلب و واقعی و حقیقی به نظر میرسه، چیزی به غیر از ارتعاش و به نوعی توهم نیست. یعنی چیزی بین بودن و نبودن هست. تمام عالم هر لحظه در حال بودن و نبودن هست، هر لحظه در حال ارتعاش هست، هر لحظه به عدم میل میکنه و دوباره هست میشه، نیست میشه و هست میشه. از این استفاده میکنن و رفعا و میگن که ما همه تجلی وجود خداوندی هستیم. تجلیات خداوند در این عالم نمودهایی پیدا میکنه و ما نسبت به اون نمودها احساس میکنیم که حقیقتی رو داریم. حقیقتی وجود نداره. هر چه هست حقیقت یکیست و اون خداوند هست و هر چه هست تجلیاتی از اون خداوند هست. حتی شیطان هم تجلی از اسم مضل خداوند هست. خداوند هم هادی هست، هدایت کننده هست، هم گمراه کننده هست. یوزل و بهی من یشا و یهدی بهی من یشا. و شیطان هم تجلی از این وجود هست. بنابراین با این دیدگاه، با این دیدگاه عرفانی داره بررسی میکنه و میگه که همچنین آینه ای لازم هست، چنین آینه های گرانقدری لازم هست تا وجود خداوندی تلالو پیدا بکنه. این که بعضی ها میگن علی اللهی هستند، حسین اللهی هستند و فلان و فلان، این به خاطر این هست که تجلی وجود خداوند در این بندگانش به حد اعلا رسیده، به حدی رسیده که فرد رو به اشتباه میندازه، احساس میکنه که از این بزرگتر، از این کبیرتر، از این اکبرتر نمیتونه باشه. الله اکبر همین اکبری هستش که ما میگیم، این بزرگی هست که من میدونم. این تجلی هستن. مولانا داره به این نگه داره به این اشاره میکنه. چون پدیدارنده بالا و پست. در ادامه خب نسبت به خلقت این ابیات رو گفت و ادامه میده، میگه که چون پدیدارنده بالا و پست، آزمایش خاص از قول الست، بر بلا و لا زبانها باز شد، نوری و ناریز هم ممتاز شد. میگه بعد از اینکه خلقت انجام شد، خداوند متعال تمام مخلوقات رو جمع کرد و به اونها گفت که الستو به رب بکن. این آیه قرآن هست که خداوند از ما پرسید که آیا من خدای شما نیستم، که در قرآن میگه که قالو بلا، بله شهدنا، ما شهادت میدیم، بله تو خدای ما هستی. یعنی ما هممون چه کافر چه دیندار چه معتقد چه غیر معتقد در زمانی از خلقت شهادت دادیم که خداوند خدای ما هست، ولی الان فراموش کردیم، در یادمون نیست. نگه در اینجا میگه که نه، بعضی ها گفتن بلا، بعضی ها هم بودن که گفتن لا. اونا از همون اول تکلیفشون مشخص بود، اونا ذاتن آدم های بدی بودن، اونا ذاتن موجودات به قولی ناخلفی بودن. بر بلا و لا زبان ها باز شد. یه سری آدم ها گفتن بله، یه سری آدم ها گفتن نه. نوری و ناری هم ممتاز شد. یه سری شدن نوری، یه سری شدن ناری، یه سری شدن اهل خوبی، یه سری شدن اهل بدی. نوریان معوا به علیین گرفت، ناریان جا در تک سجین گرفت. نوری ها رفتن به سمت بهشت، ناری ها رفتن به جهنم. سجین اون مراتب بسیار پایین جهنم هست. ناگهان پیک خداوند جلیل، در نفوس افکند سیت الرحیم. ببینید چه داستانی تعریف میکنه. میگه یک پیک خداوندی اومد، سیت رحلت داد، فریاد رحلت، گفت که رحیل کنید، بکوچ کنید، از اینجا کوچ کنید.
ای اون کسانی که در بهشت هستید، ای اون کسانی که در جهنم هستید، بسه. کوچ کنید برید به سمت زمین. میخوام شما را آزمایش کنم. میخوام ببینم واقعا چند مرد حلاجی. گفت که مرغان بستان الست، هین فرود آیید از بالا به پست. از بیابان تجرد خم زنید، خیمه در آب و گل آدم زنید. از این عالم تجردی که در اونجا وجود داری، از این پیراستگی که وجود داری، مشخصه شما خوب هستید، شما بد هستید. از اینجا بیایید رو زمین، خیمه در آب و گل آدم زنید، قاطی آب و گل بشید. این روحتون بیاد با آب و گل زمین ممتزج بشه، با جسمانیت در آمیخته بشه. میخوام شما رو امتحان کنم، میخوام ببینم وقتی اومدید روی زمین چه اتفاقی میفته. خب این داستان رو به یاد شما میارم که هاروت و ماروت دو تا فرشته‌ای بودن که به خداوند گفتن شما ما رو اگه بفرستی روی زمین، ما خیلی بهتر از این انسان ها عمل میکنیم و کارهای بدی که اینا انجام میدن انجام نمیدیم. خداوند اینها رو به صورت بشر فرستاد روی زمین، اینها صد مرتبه بدتر از انسان ها عمل کردن، یعنی هرچی کارهای بدی بود که میتونستن انجام بدن انجام دادن. مسئله این هستی که روی زمین امتحان زیاده، مسئله به قولی آزمایش خیلی زیاده. وقتی میای روی زمین، وقتی شامل جسم میشی، وقتی فضا در فضا قرار میگیری، در زمان قرار میگیری، اون وقت هستش که سنجیده میشی، اون وقت هستش که اون مولانا میگه دیگه، این به قولی جایی برای امتحان، جایی برای آزمایش. اینجا هم به اون اشاره میکنه، میگه از بیابان تجرد خم زنید، یعنی بیرون بیایی، خیمه در آب و گل عالم زنید. کشتزار است این حزیز خاک آب، دانه فعل این نفوس مستطاب. اینجا این زمین آب و خاک مثل کشتزاری است، از دنیا مزرعت الاخره. بیایید اعمالتون رو در اینجا بکارید، ببینید که چی از این اعمالتون خواهد روید. دانه فعل این نفوس مستطاب، این نفوس که اومدن هر اعمالی که انجام میدن مانند دانه ای هستش که در کشتزار زمین، در کشتزار دنیا خواهند کاشت. تا نپاشد دانه را در آب و گل برزگرد، وقت درو ماند خجل. تا نکارد تخم را در آب و خاک، بر نچیند باغبان از نخل و تاک. باید چیزی کاشته بشه تا نتیجش دیده بشه. تا نگیرد عکس در آینه جا، کس نیابد زو نشانند در هوا. عکس یک شی وقتی انعکاس پیدا میکنه نورش، باید در آینه بشینه تا دیده بشه، و الا در فضا چیزی از اون دیده نخواهد شد. تا به دیواری نتابد آفتاب، پرتو او کس نبیند جز به خواب. تا پرتو آفتابی به دیوار نتابه، نور در فضا دیده نمیشه، باید به یه جایی برخورد بکنه تا دیده بشه. این همون مسئله تجلی هست، همون مسئله ای که چیزی باید باشه که نور بخوره بهش تا دیده بشه در حقیقت. پس نفوس از زیر و بالا پر گشود، جمله در چاه طبیعت شد فرود. این نفس ها از اون عالم علوی و از اون جهنم و بهشت پرواز کردن و به سمت چاه طبیعت فرود آمدند، اومدن روی زمین. در حزیز چه شکستان بال و پر، اون بال و پری که داشتن مثل فرشته ها پرواز میکردن در این دنیا شکسته شد. که پریدندی بدان در اوج زر، زر منظور عالم زر هست یا ذره. ذره به معنی مورچه هست در عربی، ابو زر یعنی پدر مورچه، هر چیزی خیلی ریزی. ولی عالم زر غرض از عالمی هستش که خداوند در اون عالم روح تمامی موجودات را قبلا آفرید، چه اونهایی که به دنیا اومدن چه اونهایی که به دنیا نیومدن هنوز، و یکی یکی هر کسی که اون شرایطش رو پیدا میکنه که به روی زمین بیاد و در روی زمین دارای حیات بشه، یکی از اون روح ها به اون جسم تعلق پیدا میکنه و میاد و وصل میشه به اون جسم. میگه که اون باد و پری که در اونجا داشتن اون شکست، اومدن روی زمین، زمینی شدن، خاکی شدن. چون عجین تینت، چند بیت میخوام بخونم حالا تا آخر ببینیم خسته شدید، اگه اینها رو بخونیم که تموم کنیم. چون عجین تینت زیبا و زشت، دست سلطان ازل در هم سرشت. میگه که خب اونجا اینا جدا شده بودند،
ناری ها در جهنم بودن، نوری ها در بهشت بودن. خداوند که گفت همه اینها بیان روی زمین، اینا یه جورایی مزاجشون تو هم قاطی شد، با همدیگه آمیخته شدن، به همدیگه نزدیک شدن، و این نزدیکی باعث شد که جرم و تبهکاری و گناهکاری در وجود اون نوری ها هم به وجود بیاد. یعنی اونهایی که انسانهای خوبی بودن، روحهای وارسته بودن، اونها هم مرتکب جرمها و گناهها شدن در این زمین. تا زمانی که در بهشت بودن هیچ جرمی نداشتن، چون بهشت بود و گناهی نبود. ولی وقتی اومدن روی زمین در آمیختگی با بدیها، اینها هم جرم و گناه به قولی بهشون تعلق گرفت، نوشته شد براشون. شد دفینان شمعهای مشتعل در شبستان مزاج آبوگه. این شمعهای مشتعلی که در اون عالم وجود داشت در مزاج آبوگه زمینی دفن شد، خاموش شد، این نورها از بین رفت. چون هیولا شد مصور با صور، هر یک از مشکات خود شد جلوه‌گر. این اصطلاحات هیولا و تصویر از اصطلاحات فلسفی هست که هر چیزی قبل از اینکه وجود زمینی پیدا بکنه یک هیولایی از اون در عالم معنا ایجاد میشه و اون هیولای اودا یا هیولایی که وجود داره تبدیل میشه به جسم. مثلا این استکان یک هیولایی در عالم معنا داره و اون و این استکان تجلی اون هیولا هست در روی زمین. اینا اصطلاحات فلسفی هست. این 4-5 بیت رو میخوام خدمتتون بخونم که میگه لیک طبع اختلاط آن سرشت شد مؤثر در مزاج خوب و زشت. این اختلاط خوب و زشت رو به هم قاطی کرد. نور و ظلمت چون به هم آمد قرین، این از آن رنگی پذیرفت آن عظیم. این نور و تاریکی به هم دیگه نزدیک شدن، نور از تاریکی رنگ گرفت و تاریکی از نور رنگ گرفت. لاجرم در طبع احرار و عبید شد تقاضای تبهکاری پدید. این انسان‌های خوب آزاده و عبید خوی تبهکاری پیدا کردند. اینها هم مرتکب گناهان شدند. این به چی نزدیکه؟ ببینید این تعبیر به همون تعبیر مسیحیان در مورد حضرت عیسی نزدیکه که وقتی میگه انسان گناه اولین اوریجینال سین رو انجام داد، این گناه به پای تمام بشر نوشته شد. حضرت آدم اون گناهی که انجام داد، اون سیب رو خورد، از بهشت اخراج شد، این گناه به پای همه بشر نوشته شد و بشر با گناه متولد میشه. کسی لازمه که بیاد کفاره همه گناهان بشر رو بده و اون کس کی هست؟ پسر خداوند. در حقیقت اونا میگن پسر خداوند، ما میگیم حضرت مسیح، که اومد و با به صلیب کشیده شدنش کفاره گناهان تمام ابنای بشر رو داد. البته کسانی که اعتقاد به حضرت مسیح دارند و اون رو پیامبر میدونند و اون رو پسر خدا حتی میدونند، و این باعث میشه که گناهانشون پاک بشه. این اعتقادات که در اینجا اومده، البته از اینا خیلی استفاده میشه دیگه، تو تشیع اومدن و از اون مفاهیمی که از مسیحیت اومده خیلی استفاده کردن. همین مسئله رو برای امام حسین مطرح کردن که امام حسین قربانی شد تا گناهان ما پاک بشه، تا گناهان انسان ها پاک بشه. اینجا تقریبا این رو اشاره میکنه، میگه چون این گناهکاری در وجود انسان های خوب به وجود اومد به واسطه آمدن بر روی زمین، پس ندا آمد ز اوج کبریا با گروه انبیا و اوسیا. یه ندایی از طرف خداوند اومد با انبیا و اوسیا که گروه منهیان باش کور. ای اون کسانی که رفتید روی زمین نه کردید انسانها رو از کار بد، یا ذات شما منهی هست و نه کننده از کار بد هست، این سیاه رویی که شوید این وجود، زین وجود این سیاه روی گناه رو کی میتونه از روی انسانها پاک بکنه؟ چه کسی حاضره بیاد و این سیاه روی، این گناهکاری رو از انسانها بزداید، پاک کنه؟ که در اینجا جواب میاد بر نیامد این ندا را کس مجیب جز قتیل حق حبیب ابن حبیب. هیچ کس به این ندا جواب نداد مگر قتیل حق حبیب ابن حبیب
که امام حسین علیه السلام هست و به اعتقاد ایشون امام حسین علیه السلام در عالم ازل و ابد در ازل بود که اومد و ندای لبیک گفت که من میتونم این سیاه رویی رو از روی بشر پاک بکنم و بشر رو به سعادت برسونم. خب ادامه این رو حالا زمانمون گذشت و دیر شد، انشالله فردا ادامه میدیم و میبینیم که این رو چطور پرورش میده این بخش از داستان رو و به کجا میرسونه و چرا امام حسین به واسطه این تعهدی که داده میاد و در جریان عاشورا و کربلا حضور پیدا میکنه. تشکر میکنم از تک تک همه دوستان و به خاطر صبر و حوصله‌ای که داشتید، انشالله فردا این جلسه رو ادامه میدیم و باقی این اشعار رو قرائت میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.